شرایطی بود و اصلا دندانی در فکس وجود نداشت، اون وقت چی میشه؟ اصلا تا چه سنی دندان ها میتونه رویش پیدا بکنه؟ بر اساس سن بیمار و بر اساس شرایط رادیوگرافی بیمار میتونیم تشخیص بگذاریم که آیا این بیمار دندانی رو دارد یا ندارد. حالا من وقتی که ظاهر این بیمار رو نگاه میکنم، اون حجم لثه‌ای رو که من در دندان‌های جلو میبینم، تجربه من میگوید که اون دندان‌ها وجود دارد. بعد برای تحقیر پیدا کرده، اون تورم رو میبینیم، تورم داره، اون تورم نشون میده که اونجا دندان وجود داره ولی نتونسته رویش پیدا کنه. گاهی وقتا لثه انقدر حجیمه که نمیگذاره دندان رویش پیدا کنه. تو این کیس، تو این بیمار، ما بایستی که اون لثه رو یه برشی بگذاریم. برشی که بر روی لثه بگذاریم باعث میشه که دندان رویش پیدا میکنه. با یک برش ساده دندان ها به این طریق رویش پیدا میکنن و میان به سمت پایین. چقدر جالب آقای دکتر، یعنی این شرایط به این شرایط رسیده، این شرایط به این شرایط رسیده. بله، ولی یه موقع است ممکنه اصلا این حجم رو من نبینم، دندان نباشد، یا برای اینکه مطمئن تر بشه از بیمار عکس میگیرم، تو عکس جوانه دندان وجود داره، تو فک قرار گرفته، اون سمت بالاست. حالا میتونه در مشکل بیمار در ناحیه جلو باشه، میتونه مشکل بیمار در ناحیه عقب باشه. کل رو من باید ببینم و با توجه به سن بیمار و با توجه به رادیوگرافی تشخیص بگذارم که آیا این جوانه دندانی وجود دارد یا ندارد. بله، اگر جوانه دندانی مثل این جا وجود داشت، بله، اگر تاخیر در رویش وجود داشته باشه، من با روی لثه رو یه برش بگذارم که دندان تسهیل بشه رویشش و بیاد به سمت جلو. بله، حالا اومدیم و بیمار دندان نداشت. بله، اون وقت چه کار باید بکنن آقای دکتر؟ دو تا راهکار داریم که یا اینکه در اون ناحیه ما دندان بکاریم، که من باز این راه رو دوست ندارم، ولی دوست دارم که دندان‌ها رو از عقب بیارم و این فضا رو ببندم. یعنی آقای دکتر، حالا این به تعداد دندان‌هایی که در حقیقت فقدانش وجود داره ربطی نداره؟ ده. میشه از عقب بست و اومد جلو؟ دقیقاً بستگی به تعداد داره. بله. یه موقع است من 4 تا دندون ندارم. بله. بستنش مشكله. بله. من نمیتونم همه رو بیارم. یه موقع یه دندان ندارم، یه فضای کوچیک دارم، دندان‌ها رو از عقب میارم و فضا رو می‌بندم. یه موقع دو تا دندان ندارم، خب اینجا یه مقدار سوال برانگیزه. اگر اینکه فک بالای بیمار جلو هم باشد، بله، فک بالا رو که به سمت عقب می‌برم، فضا کمتر میشه و میتونم فضا رو ببندم. اینجا شرایط بیمار، رادیوگرافی بیمار، آیا فک جلو هست، عقب هست، میزان تعداد دندان‌هایی که قایب هستن، اینا به من فاکتورهایی هستن که دیکته میکنن که من چه بکنم. آیا فرد به فرد فرق میکنه؟ دقیقاً میخوام این نکته رو خدمت شما بگم. اگر من دیدم یک بیماری دندان ندارد، فضا رو با ارتودنسی ببندم، اون فضای خالی میفته برای دندان آخر که دندان عقله و بیمار میتونه از اون دندان عقلش استفاده کنه و فضا پر میشه. در حقیقت دیگه این جابجایی بعدن صورت نمیگیره، اون فضا میتونه پر بشه.